کتاب محتکر. آره محتکر نوشت. آره سه تا ستاره. نه این فصل فصلی نیست، مال ستاره ها مال آسیاست، مال ایران. نه مثلا میگن 10 دور تو فصل باره. نه نه اونجوری نیست. بسم الله. روشنشون میکروفونو. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها سلام، سال نو مبارک. امیدوارم که حالتون خوب باشه، صحیح و سالم باشید، در سال جدید دچار بیماری نشید، خودتون و خانوادتون و همیشه سالم و سرحال باشید. امیدوارم که تعطیلاتم خوش گذشته باشه و با روحیه مضاعف اومده باشید برای کلاس. خیلی خوب، بریم سراغ درسمون. آقای صالحی عرشی میکروفونشو باز کن. جلسه قبل از این آخرین مبحثی که گفتیم، آره عرشی ها. خب. سلام است. سلام. عرشیا ممنون، شما خوبید؟ مرسی. عرشیا قبل از عید بله توان تموم شد، وارد جزر نشدیم، درسته؟ بله توان تموم شد، وارد جزر نشدید. دفعه هم نگاه کردم آخرین بار در مورد تعداد صفرا بود. آه. تعداد رقم، تعداد صفرها و یکانها و اینها صحبت کردیم، درسته؟ یکی دو تا سوال حل کنیم بعد بریم سراغ بله جزر. بله بله وارد جزر نشدیم. آره وارد جزر نشدیم. خب معادله توانی حل کنیم یه دونه ببینم چه می کنید. از ساده شروع کنیم تا به سختش برسیم. بنویسید، بذار ساده هاش پیدا کنیم یه دونه. ساده به اون صورت. خب بنویسید معادله توانی زیر را حل کنید. سوال معادله توانی زیر را حل کنید. 5 به توان 2x بل منهای 2 علاوه 5 به توان 2x منهای 2 علاوه 5 به توان 2x منهای 2 مساوی است با 1875. ببینم کی به جواب میرسه. ببینم در معادله های توانی دو طرف یا پایه هاشون مساوی باید باشد یا توان هاش. Thank you.
ببینم چند دقیقه بهتون فرصت میدم ببینم چه میکنید. خب بچه حل کنم یا دارید به جواب تلاش میکنید به برسید؟ ببینیم پویا چی میگه. حسن خب میشه باز فرمان سلام میاد. بله بفرمایید استاد. من 5 دوم پیدا کردم. ایکس چند شده؟ 5 دوم. چیکار کردی؟ راه حل تو بگو استاد. اول از همه که اومدم گفتم این 5 به توان 2x منهای 2 سه بار تکرار شده، یعنی 2x منهای 2 ضرب در 3. آفرین. واسه سایت پر کردن کار کردم. وایسا یک کی بریم جلو بچه‌ها متوجه بشن. چون 3 تا هست می‌نویسم 3 ضرب در یکیشون 5 به توان 2x منهای 2 اون برم 1875. درسته؟ بعد چیکار کردی؟ بعد اومدم 1875 تقسیم بر 3 کردم تا یه ذره کار ساده‌تر بشه. دو طرف رو تقسیم بر 3 می‌کنیم که این 3 از بین بره. آفرین. این 3 با این 3 از بین میره. اول ضریب رو از بین می‌بریم. این تقسیم بر 3 چقدر میشه؟ 625. 5 به توان چنده؟ 3. نه 5 به توان 4. 4. 5 به توان 4 میشه 625. 5. آفرین پویا. بچه‌ها تشویقشونید از اینجا به بعد پایه ها مساوی شد دیگه. آره دیگه، فقط من 3 به دست آوردم توان. چون اینو اینجا اشتباه، یه اشتباه کوچیک اینجا داشتی. 2x منهای 2 باید مساوی 4 باشه. 2 میره اونور. 2x مساوی میشه با 4 به علاوه 2 مساوی 6. x میشه 6 دوم میشه 3. آفرین. باریکلا. نکته اولش اینه که ضرب در 3 کنیم، دو طرف را تقسیم بر 3 بعد بتوان. آفرین. خب کسی سوالی داره؟ ظاهرش خیلی گنده و خشن بود ولی راه حلش خیلی پیچیده نبود. اگه کسی سوالی داره بگه. خب بچه ها پاک کنم. بله خب پاکش میکنیم. یه سوال دیگر کنید. بنویسید 3 به توان 4 ایکس منهای 2 مساوی با 2 به توان 5 ایگرگ به علاوه 7.
ایکس و ایگرگ رو پیدا کن. ایکس و ایگرگ رو پیدا کنید. خب ببینم چه میکنید. خب کسی حل نکرد؟ بچه من حل کنم؟ داوطلب نداریم؟ خب گوش کنید، گوش کنید، ببینید این پایش چنده؟ 3. تا این پایش چنده؟ 2. خب پایه این 3 فرده، این زوجه. هیچ موقع این دو تعداد با هم مساوی نمیشن مگر در یک حالت. این حالت چیه؟ توان اولی بشه 0. خب این بشه 0. 3 به توان 0 میشه 1. اینم توانش بشه 0. 2 به توان 0 هم بشه 1، با هم برابر باشن. پس باید 4x منهای 2 مساوی 0 بشه. 2 را میاریم اینور، 4x مساوی با 2، x میشه 2 چهارم، ساده میشه میشه 1 دوم. و و 5y به علاوه 7 مساوی 0 باشه. 7 میاد اینور میشه 5y مساوی با منفی 7، y میشه منفی 7 پنجم. اگه کسی سوالی داره بگه، متوجه نشدید یا اشکالی دارید بگید. یعنی اگر سوال ندارید متوجه شدید، بعدی را که شبیه میخوام بگم باید حل کنید. خب باز کنید دالوان چی میگه. استاد یعنی من یه لحظه نفهمیدم، زوج باشه بگم فرد باشه یعنی نمیشن هیچ. چجوری مثلا پایه 3 به 2 تبدیل میشه با هم مساوی میشه؟ شما 3 رو هر چند بار ضرب کنید با 2 رو هر چند بار ضرب کنید با هم مساوی نمیشن که. شما 2 رو یک بار، 2 بار، 10 بار، 100 بار ضرب کنید، این یه عدد زوجی. 3 رو هر چند بار ضرب کنید فرده. حالا غیر از این دوتا با هم مساوی نمیشن که. پایه ها چون پایه ها به چون مساوی نمیشن
باید توانهاشون صفر باشه که هر جفتشون بشه یک. متوجه شدیم؟ چی؟ دارم توضیح میدم دیگه، میگم این در یک حالت با هم مساویان، توانشون صفر باشه. تمام. خلاصش اینه که اگر اینا توانشون صفر باشه، دو طرف با هم مساوی میشن، میشن 3 به توان صفر مساوی 2 به توان صفر، 1 با 1 مساوی باشه. در بقیه این حالت ها مساوی با هم نمیشن. اگر توانشون صفر باشه مساوی میشن، اگه توانشون صفر نباشه با هم مساوی چی؟ نمیشن. فهمیدی خانم اسوانی؟ بله؟ فهمیدی یا نه؟ بله. حالا یه سوال دیگه بنویسید شبیه این. بفرمایید. سلام علیکم. سوالم در رابطه با خود این سوال نیستش. خب هر چی بس بپرس. الان اگر چیز باشه، فرض بگیم این 3 مثلا 4، سه اگه 4 باشه دیگه صفر حل میشه. موقع صفر نمیتونیم قرار بدیم. همین رو میخوام بدم. موقع باید هر جفتش ایکس باشه. اونم الان نمونه شو حل میکنیم. اون موقع باید مدشولمون یه دونه باشه. حل بکنید. که من نمیدونم من ده آن چه سالی بدم. باید چی کار کنم؟ حالا نمونه حل میکنیم. اجازه بده. این استثناهاست. خب بنویسید 5 به توان 4 ایگرگ به علاوه 8 مساوی با 7 به توان 2 ایکس به علاوه 10. خب اینو حل کنید. شبیه اونو دیگه. بله پاسخاتون رو تایپ کنید. آره دیگه. منتظرم این قبلی. تایپ کرده؟ آره بازشون. پس همونطور که گفتی صدا ضعیفه. ضعیف استاد الان بهتر شد. بگو ببینم. خب ما میگیم 4 ایگرگ به علاوه 8 توان باید 0 باشه. خب این باید 0 باشه که با هم برابر باشن دو تا. بله. خب ما معادله می نویسیم 4 ایگرگ به علاوه 8 مساوی با 0. این یه معادله است. حل می کنیم. بله. 8 میاد اون بر میشه منفی 7 منفی 8. 4 ایگرگ مساوی منفی 8. و حالا من 4 ایگرگ زیرش یه 4 می نویسم، زیر 8 هم یه 4 می نویسم. دو طرفو تقسیم بر 4 می کنیم. ایگرگ میشه منفی 2. منفی 2.
خب این ورم اون ورم که همینطور 2x به علاوه 10 باید مساوی 0 و یه معادله 10 میاد اون x منفی به 10 علاوه 10 باید مساوی 0 باشه. 10 میاد این ور، منفی 10 دو طرف رو تقسیم بر 2 میکنیم، یکی میشه منفی 5. بله y منفی 2 x منفی 5. کسانی که به این رسیدن کاملا درسته. بنویسید رسیدن. خیلی قد خوب رفته امروز مدرسه؟ آره. چند نفر تو کلاس اومده بودن؟ تو کلاستون 7-8 نفر غایب بودن؟ تا ساعت چند بودین؟ بعضی روزا تا 2:30، بعضی روزا تا 12:30. امتحان چی؟ معلم اجتماعیتون کیه؟ خب تموم شد. اگه سوالی نیست بریم سراغ سوال بعدی. آره سوال چطور رو پاک کن. خب ببینید سوال بعدی، 4 به توان 5x مساوی 2 به توان 2x به علاوه 3. ببینم چه میکنید. یه معادله توانی منتظرم که پاسخ بدید، همه جواب بدن، غلط شد اشکالی نداره. خب سعی کنید یه جواب بدید، جوابتون هم فقط من میبینم، دوستاتون هم نمیبینم، خجالت بکشید. تایپ میکنم بردیا، صبحان، غلط بردیا، صبحان درست نیست. نه ببخشید یه دقیقه وایس، نه نه وایس یه دقیقه. بردیه درست، بردیه درست، نه بردیه درست. اول بردیه جواب داده دیگه. صبحان جواب شما به نظرم درست نیست، بذار بردیه بگه غلط شما بگو. اگه سوالی صحبتی هم داشتید بعد از بردیه. سلام استاد. سلام خوبی؟ بله مرسی. تعطیلات چطور بگم؟ نه استاد من تو خونه موندیم دیگه، فقط کاری نکردیم مثلا. تو خونه همون استراحت کردی دیگه؟ بله. صفا کردی؟ آره بگو بینم. خب استاد من 4 و 2 رو میتونستم به هم برسونم، مثلا این 4 میشه 2 به توان 2. آره بگو بچه، 4 به 2 تبدیل میشه، دیگه نمیتونیم توانها رو مساوی 0 قرار بدیم. حواستون باش. پس ما به جای 4 در داخل پرانتز میسیم 2 به توان 2، این توان 5x هم که داری مینویسیم، اون برم 2 به توان 2x علاوه 3. خب این درست. بعد بعدش استاد خب 2 ضرب در 5 میشه، ضرب در 5x میشه، توانها در هم ضرب میشه، 2 به توان 2 ضرب در 5x میشه 10x، اون برم 2 به توان 2x علاوه 3. خب استاد پایه هاشون مساوی هست، من توانها رو مساوی قرار دادم. توانها مساوی هست، آفرین. پایه ها مساوی هست، توانها رو مساوی قرار میدیم. این الان این شد یه معادله معمولی دیگه، درسته؟ بعد واسه 2 سال من میارم آوردم سمت چپ، منفی شد، شد 8 ایکس رفیقش. بله میارم 3، بعد میشه 8 ایکس مساوی 3 که ایکس مساوی 3. آفرین عالی. اینو به عشق پرسپولیسی با قرمز نمیشه. دیروز مساوی کردن، گفتم ناراحت نباشید من هستم. بله
البته استقلال بالاتر از آبی، بالاتر از قرمز شد دیگه، عمدی نبود، ببخشید. خب اگه کسی سوالی داره بگن، شوخی هایی که میکنم اینا وقت شوخیه فقط، اگه سوالی دارید بگید. دیگه بعضی موقع عجیب غریبه دیگه، آدم کارهایی را میکنه که حواستش نیست و این راه عجیب غریب آدم رو به گمراهی میکشون، اشتباه مینیستیم. خب پارسا رو باز بفرمایید. پارسا سلام. آقا سلام شید. سلام، خوبی؟ آقا من الان اومدم، قبل این نکته اینا چی گفتید؟ نکته ای نگفتیم، معادله توانی حل کردیم. چی؟ آه مرسی. خب اینم از این. چقدر زمان داریم؟ زمان داریم چطور پاک؟ یه سوال دیگه هم از این حل کنیم، بعد بریم سراغ جذر. خب بنویسید 9 به توان 2x به علاوه 4 مساوی 3 به توان 7x منهای 2. من اشتباه میکنم یا شما اشتباه کردید؟ یه بار دیگه من خودم حل کنم. آره اینا صبحان دالوان درسته به نظرم. حالا صبحان رو باز کنم چجوری به این عدد رسید. صبحان بگو بینم. سلام. سلام. من نوشتم که 9 به توان 2x به علاوه 4 مساوی است با 3 به توان 2 به توان 7x به علاوه 2. شما 9 را باید به توان تجزیهش کنید. به جای 9 چی میتونی بنویسیم؟ 3 به توان 2. خب به جای 9 مینویسم 3 به توان 2. درست شد؟ بله. حالا توانا در هم چی میشه؟ ضرب میشه. میشه 3 به توان 4x به علاوه 8 مساویه سه به توان سه به توان هفت x منهای دو. خب توان حالا پایه ها الان مست... توان الان پایه ها برابرن، توان ها رو میاریم تو معادله که 4x به علاوه 8 مساوی است با 7x منهای دو. 4x به علاوه 8 مساوی 7x منهای دو، درست؟ بعد از 4x و با 7x میاریم معلومه ها رو از مچولا جدا میکنیم. 4x منهای 7 مساوی منفی 2 منهای 8 که بعد اصلا میشه 3x منفی منفی 3x مساوی با منفی 10 منفی 10 که هم میشه منفی 10 به تقسیم بر منفی 3 که میشه 10 سوم. تو چجوری اون عدد رو به دست آورده بودی؟ بله؟ اصلا من 3 به توان دو رسنده بودم. نه دیگه 3 که خب خودش 3. ممنون دالوان، درست بود مال شما. خواستم ببینم این استاد صبحان چجوری به این عدد رسیده. دستا رو بندازه، کسی سوالی داره دستش بالا باشه. خب
نه اشتباه رفته، نه نه سوال داره دست بلند کنه دیگه، اگر کسی سوالی داره دست بلند کنه. خب اینم از معادلات توانی. لازمه اینه که شما تمرین کنید تا تو امتحان بتونید یا در جایی که سوال حل میشه بتونید روان‌تر باشید. ببین بچه‌ها تو کلاس درس رو یاد میگیریم، اما تو امتحان برای اینکه بنویسیم باید تمرین کنید. هیچ دانش آموزی بدون تمرین در منزل نمیتونه تو امتحان جواب بده. این اگه دانش آموز فقط با نگاه کردن ارشیام درست نوشته، اگر فقط با نگاه کردن و گوش کردن تو امتحان 20 بگیری نابغه است. و توی دنیا کمتر کسی داریم که اینجوری هست، و نابغه ها هم بیشتر از دیگران کار میکنن و از اون سطحی که دارن بالاتر برن. خب بریم سراغ جذر. ببین بچه ها جذر چیست؟ خوندید ها؟ الان اینجا خوب دقت کنید، من فلسفه جذر رو شما بگیم. قبل از جذر اگر به شما بگن مجذوره، مجذور عدد 5 یعنی بودوری ماجیک مشکی بگیری بیانه آبی کمرنگ شده، مجذور عدد 5 آره مشکی آبه اگه، یعنی 5 به توان 2 چه 25. خب یه نفر میگه آقا مجذور عدد منفی 5 هم به دست بیار، خب اینم میشه منفی 5 به توان 2، منفی 5 به توان 2 هم میشه 25. خب مرسی. حالا ما میخواییم از این 25 برگردیم به اون 5 و منفی 5. باید یه علامتی باشه که ما بگیم آقا 25 از به توان 2 5 به دست اومده. خب برای این میم از رادیکال استفاده میکنیم، درسته؟ میگیم چه عددی به توان 2 شده 25. اگر فارسی بگیم چه عددی به توان 2 برسد 25 می شود. خب ما داریم میبینیم که آقا 2 تا عدد شد دیگه، 5 و منفی 5. خب حالا این چه عددی به توان 2 رو رادیکال می‌نویسیم، می‌نویسیم مثبت و منفی رادیکال 25، یعنی هم مثبتش میتونه هم منفیش، خب که میشه مثبت و منفی 5. چون میگیم چه عددی به توان 2 شده، اینجا فرجه میگن ریشه دومش هم میگیم منفی 5، این هم میشه منفی رادیکال 25 میشه منفی 5. ما رادیکال خالی که مینویسیم اون ریشه مثبتشو می نویسیم. خب اگر به ما بگن رادیکال 25 چقدره، می نویسیم 5. اگر به ما بگن جذر 25 چند است، خب این معنیش اینه که چه عددی به توان 2 شده 25، یعنی این. خب می نویسیم مثبت و منفی رادیکال 25 چه مثبت و منفی 5، دو تا عدد. اگر بگن ریشه دوم 25 چنده، یعنی چه عددی به توان 2 شده باز 25، این هم میشه مثبت و منفی 25. حالا این 25 جذر داشته باشه جوابشو می نویسیم، نداشته باشه رادیکالی میمونه. مثلا ریشه دوم 3 میشه مثبت و منفی، خب رادیکال 3. اما رادیکالی که می نویسیم مثلا رادیکال 9، این جذر یا ریشه مثبتشو خواسته میشه 3. اگر به ما بگن رادیکال 64، این یعنی ریشه مثبتش 8. اگر بگن رادیکال 81 یعنی 9 و الاخر. تا اینجا یک کسی سوالی داره بگه. و تو کتاب شما بیشتر همون مثبته هست، خیلی باش منفی کاری نداری. خب متوجه شدید؟ پس جذر برعکس مجذوره.
عددی مجذور شده، ما جذر میخواییم برگردونیم به حالت اولیه. جذر برعکس مجذوره، یعنی عددی مجذور شده با جذر ما برمیگردونیم به حالت اولیه. خب از آنجایی که هر عددی به توان دو برسه، خب هر عددی به توان دو برسه میشه مثبت، یعنی مجذور هر همه اعدادها مثبته، عدد زیر رادیکال نمیتونه منفی باشه. چیز خاصی نبود، حالا تو مثال ها میگم، یک چیزی میخوای بگی من بگم، زودتر مینوشته. ببینید یه نکته، چون هر عددی به توان دو برسد، یعنی مجذور، حاصل آن مثبت خواهد بود، بنابراین اعداد زیر رادیکال نمیتواند منفی باشند. خب چون ما میگیم چه عددی ضرب در خودش شده، مثلا 36، اگر منفی 36 بنویسن، مثلا بنویسن رادیکال منفی 36، من نمیتونم بگم این عددی پیدا کنم ضرب در خودش بشه منفی. اصطلاحا میگیم تعریف نشده، یعنی ما عددی نداریم که ضرب در خودش بشه منفی، به خاطر هم میگیم از زیر رادیکال نمیتونه منفی باشه و اعداد زیر رادیکال منفی باشن تعریف نشده است. درست شد؟ اگر بنویسین اگر سوالی هست من توضیح بدم. خب نوشتید؟ چطور پاک کنم؟ خب بچه پاک کنم یا نه؟ پس پاک میکنم دیگه، همه نوشتم. خب ببینید عددهای کوچیک رو ما میدونیم جزشو، مثلا خب عددهای کوچیک مثلا جذر 16 میشه 4، رادیکال 16 میشه 4. وقتی میگم جذر منظور اینجا رادیکاله با مثبتش دیگه. رادیکال 64 میشه 8، رادیکال 49 میشه 7، رادیکال 100 میشه 10. خب رادیکال، خب مثلا رادیکال 25، بچه ها هست رادیکال 5 به توان 2، اینجا ریشه دومه، به میگن فرجه، اینم 2ه، وقتی نداره یعنی ریشه دوم. وقتی که این عدد با این عدد مساوی باشه میگیم توان فرجه رو از بین میبریم میشه 5، به شرطی که مساوی باشن. خب یا مثلا رادیکال 8 به توان 2، این فرجهش 2ه نداره، اینجا رو عدد مینویسن بهش میگن فرجه، این با این ساده میشه 8. خب درسته. حالا اگر یه عدد خیلی بزرگی به ما بدن، مثلا 625، درسته، اینو تجزیهش میکنیم،
میتونیم بنویسیم 25 به توان 2. خب 2 با 2 از بین میره میشه 25. خب اما اگر اینجا بیان عدد دیگه بنویسن، این بیشتر از کتاب درسیتون، مثلا ریشه سوم 8. ریشه سوم 8 یعنی چی؟ یعنی چه عددی را 3 بار ضرب کردیم شده 8. چه عددی را 3 بار ضرب کردیم شده 8. خب این ساده است، میشه 2. اما همه اعداد که ساده نیست، میام تجزیهش میکنیم 8 رو. 8 به 2 میشه 4، 4 به 2 میشه 2، 2 به 2 میشه 1. پس 8 2 به توان 3. پس می نویسیم ریشه سوم 2 به توان 3، 3 با 3 مساوی از بین میره میشه 2. ریشه سوم 27. خب 27 است، 3 به توان 3 میشه 3. یا مثلا ریشه چهارم، ریشه چهارم 16. 16 دو به توان چنده؟ 4. درست شد؟ 4 رو با رادیکال از بین میره میشه 2، چون فرجه ها برابرن. درسته؟ آره ساده میشه. خب اینا رو بنویسید تا من چند تا مثال ساده بگم شما حل کنید. اول باز کنم ببینم چی میگه دالوند. اصلا شما میگید میشه اینجوری هم استفاده کنیم که مثلا 8 مثلا بخوام رادیکال 8 رو بگیم ولی با فرجه 2، 8 2 به توان 3 ولی که رادیکال یا فرجه باید بین ببریم. نه فرجه ها الان بهتون میگم، عجله نکن، بذار یه مدار بریم جلوتر، اونها رو هم یه جورایی باش صحبت در مورد آره در مورد اونم صحبت میکنیم. سه بریم جلو. خب بچه نوشتید؟ پاک کنم؟ خب خب بنویسید حاصل را به دست آورید. ریشه سوم 64، ریشه چهارم 81، ریشه پنجم 32، ریشه
چهارم هفت به توان چهار، ریشه هشتم دو به توان پنج به توان هشت. نه، هشت و سه بار ضرب کنی میشه 64، هشت و دو بار ضرب کنی میشه 64. باشه یه بقیه هم بنویسم بعد فرصت نوشتن بقیه هم باشه. خب نفرات جدید، نفرات جدید بیان بگن. خب خانم اصفهانی رو باز، خانم اصفهانی و بهروانی، بهروان اون آن سه نفر. سلام استاد. سلام، خوبی شما؟ بله شما خوبی؟ خب مرسی. بگو ببینم چیکار کنیم اول؟ ما 64 رو اگه تقسیم بر 4 کنیم میشه 4 به توان 4 64. 4 به توان 3 میشه، درسته؟ اینو بخونم. بله. آفرین. پس ما به جای 64 می‌نویسیم 4 به توان 3، فرجش هم 3. الان توان‌ها مساوی شدن، درسته؟ بله. چیکار می‌کنیم؟ توان‌ها با هم میرن و جواب چی میشه؟ توان با رادیکال چهار از بین میره. رادیکال بلد. ببین این فرجه است، چسب با رادیکاله، میگیم توان با رادیکال میره، رادیکال بره فرجه شم میره، میگه 4. آفرین. بعدیرم بگم؟ بعدیرم بذار بعدیره یکی دیگه بگه، داوطلب زیاد داره. مرسی. تاها رو باز کن. استاد سلام، صدای من میاد؟ تاها استاد. بله شنیدم عید رفته بودی مسافرت، زیر برف گیر کرده بودی. بعد از یه جورایی هفته... بعد از یه هفته پیدات کردم. نه استاد، ریزه میزه افتاده بوده زیر برف. متاسفانه. آره کجا رفته بودی استاد؟ چالوس. آها چالوس، خیلی خوب. حالا من شوخی کردم، برف گیر کردی؟ تو برف گیر کردی؟ نه خیلی. نه استاد. آه پس گرفت. خیلی خوب بگو ببینم دومی رو. استاد من اینجوری حل کردم، حالا مثلا میپرسم که این روش من درسته یا نه. 81 رو میکنیم 9 به توان 2، درسته؟ ببین 81 رو اگر توان 4 بنویسی، اول توان 4 آره میتونم 81 رو بنویسم 9 به توان 2. آره بعد به 9 بکنیم 3 به توان 2، 3 به توان 2 به توان 4. بله میشه 3 به توان 4. ما تجزیه کنیم. اگر اینو ما تجزیهش کنیم، 81 رو تجزیهش کنیم به 3، میشه 3 به توان 4. اونم قبوله، نمیگم قبول نیست. خب توانا با فرجه مساوی شد، چیکار میشه؟ 3 میشه. 3 میشه. 3 آفرین، خیلی راحت. بله این 32 یا این 3 به توان 2. مرسی. برو آرتین فخیم رو باز کنی که جواب نداده. سلام آقا، خسته نباشی. سلام علیکم. خب آقا این یکی هم که گفته 5 و 32، آقا 2 به توان 5 هم میشه 32. آره دیگه 32 تجزیه بشه میشه 2 به توان 5. بله میشه 2، میشه 5 و 5 میره 2 میشه. 5 با رادیکال از بین میشه 2. مرسی. بله آرتین، آجیل ماجیل زیاد نخوردید؟ مغز تو دورشو چربی بگیره. آه نه من اندازه معمولی دیگه، استاندارد. بله بله. هفته بعد میاییم برای راستی آزمایی، میفرستم آقای نبوی دستگاه داره آزمایش میکنه، میذاره در مغزت اونجا مشخص میشه چند درصد چربی پسته خوردی، چند درصد بادوم خوردی. آقا مغز گردو خوبه دیگه برای من. مغز گردو زیاد خوردی اب نداره.
خب برو سراغ ملک شاهی امیر محمد عرشی هم حالا نوبت میرسه بگو. سلام استاد، خسته نباشی. سلام علیکم استاد، سالنوتونم مبارک. سلامت باشید، سالنوت شما مبارک استاد. عید خوش گذروندی یا خونه بودین؟ بعضی هم مثلا میگیم آقا خوش گذروندی، میگه نه خونه بودیم. خب خونه نمیشه خوش بگذره استاد. نصفشو تقریبا رفته بودیم مسافرت، نصفش هم تهران بودیم تقریبا. چه بهتر. این جوابش چی میشه؟ استاد اون دیگه کاری نداره، میشه هفت دیگه. فرجه ها رو خودش هم یعنی من انجام داده. بله. عرشی ها رو باز کن. خب عرشی اینو بگو. تو اینجا خب این بالایی خیلی راحته، فرجه با هم ساده میشه، میشه پنج. میشه پنج، بله آفرین. خب دیگه چیزی نداریم برای کوپن سهمیه تموم شد، وایستم برای سهمیه بعدی. روز بعد که سهمیه اومد کوپناشونو بیارن بهشون آذوقه بدیم. خب این قسمتی که میگم خوب دقت کنید، خیلی به ما کمک خواهد کرد. ببینید بعضی مواقع آقای دالوند مثلا ریشه دوم 8 یا رادیکال 8، رادیکال 8 یعنی ریشه دوم. خب 8 ریشه دوم نداره، ولی من 8 میتونم بنویسم رادیکال 4 ضرب رادیکال 2. رادیکال 4 جذرش میشه چقدر؟ 2. رادیکال 2 هم میمونه، درسته؟ یا مثلا رادیکال 18 تو کتاب درسی هم دارید. خب رادیکال 18 رو هم میتونم بنویسم رادیکال 9 ضرب رادیکال 2. رادیکال 9 جذرش میشه 3، 3 ضرب رادیکال 2، درسته؟ درست شد. اینا میگن جذر رادیکال رو ساده تر نوشتیم. آره، زیر رادیکال کوچیکترش کردیم. آقا مثلا اگر ما نگاه کنید، اگر یه زمانی رادیکال 8 بر روی مثلا 2 باشه، نمیتونم اینو با این ساده کنم که این رادیکال نداره، مجبورم اون بالا نوشتم رادیکال 8 رو بنویسم 2 رادیکال 2، مخرجم که 2. حالا این 2 با این 2 ساده میشه چون ضربه، میمونه رادیکال 2، درسته؟ خب بچه ها این سوال هایی که میگم بنویسید حاصل را به صورت ساده تر بنویسید. خب یا حاصل عبارت های زیر را به ساده ترین صورت بنویسید. خب رادیکال 72، رادیکال 98، رادیکال 200، رادیکال 30000، بله اینا رو بنویسید ببینم به کجا میرسید. چی؟ ضرب دو عدد که یکیش جذر داشته باشه دیگه، اگه جذر نداشته باشه که فایده نداره من بنویسم. مثلا اونم بزرگترینش مثلا مثالی که زدم قبلیه مثلا رادیکال 18، رادیکال 18 نوشتیم رادیکال 9 ضرب در رادیکال 3، رادیکال 2 اگه بنویسم رادیکال 6 ضرب در رادیکال 3، نه 6 جذر داره نه 3، به دردم نمیخوره که. یه دقیقه وایسته ببینم نفرات جدید پیدا میشن.
از نفراتی که پاسخ ندادن، ملکشاهی جواب داده، صبحان جواب داده، بعد دالوندم جواب داده. اگر نبودن هر کدوم یه دونه جواب میدن. قهری دستش بالا. بله، خب قهری رو باز کن. سلام، خوب هستی؟ سلام، مرسی، سلامت باشی. عیدتون مبارک. عید شما مبارک، سال نو شما مبارک. خوش گذشت عید. بله خوب بود، بله خوب، همش تهران بودیم. خب تهران حال هواش تمیز، خلوت میرفتی. میدونی تهران انقدر جاهای گشتنی داره که ما هستن سراغش نمیریم، تا تعطیل میشه میریم شهرستان. بگو. بله آقا، من این حالا مطمئن نیستم، ولی فکر کنم بعد رادیکال 19 در رادیکال 8 بشه که جوابش میشه 3 رادیکال 8 اگهش. ببین غلط نیستا، از اون ساده تر هم میشه نوشت. شما نمیگی میشه 3 رادیکال 8. خود رادیکال 8 بود چی؟ 2 رادیکال 2 میشه 6 رادیکال 2. من 72 رو مینویسم رادیکال 36 ضرب در رادیکال 2، اشکالی داره؟ نری دو تاش بالاخره یکی جوابش یکی. خب این سریع‌تر جواب، ممکنه شما همینجا ولش کنی اینو. حالا ما داریم بعد از این دنبال یه اهدافی می‌گردیم ما. خب رادیکال 36 میشه 6 ضرب در رادیکال 6 بدم. خب مرسی. یه نفر دیگه باز کن. پویا رو باز کن. آره از اول آخر به اول. خب بله دست جواب داده. خب خب استاد جواب بگم یا راحت؟ رادیکال 98. استاد من رادیکال 2 ضرب در 7 پیدا کردم. رادیکال 49 ضرب در رادیکال 2، درسته؟ درسته. بعدش هم 7 رادیکال 2، درسته؟ آره. خب اینو دالوند کلانتری رو باز کن. سلام استاد. سلام علیکم. خوب هستی؟ مرسی. مبارک. رادیکال 200. استاد میشه رادیکال 100 ضرب رادیکال 2. رادیکال 100 ضرب رادیکال 2 کاملا درسته. مساویه. رادیکال 100 میشه چقدر؟ رادیکال 2. رادیکال 100 میشه چقدر؟ 10 استاد. 10 آفرین. رادیکال 2 مرسی. برو سراغ دالوند. خب دالوند بگوینم. خب استاد اول میگیم این میشه 3 ضرب در 10000 که 10000 میشه 10000 ضرب در رادیکال 3. 10 ضرب 10 رادیکال 4 که میشه 10 رادیکال 2 ضرب در 10. 10000 جذرش میشه 10. نه اصلا میشه 100. میشه نه میشه 1000. جذر 10000 چقدر میشه؟ 1000. 1000 1000 ضرب در 1000 میشه 10000. میشه 100. 100. اینم یواشکی بهتون بگم، جذر عددهایی که فقط صفر دارن تعداد صفرهاش نصف میشه. 4 تا باشه میشه 2 تا، 2 تا باشه میشه 1 دونه، 6 تا باشه میشه 3 تا، اما اگر 3 تا داشته باشه جذر نداره، 1000 جذر دقیق نداره. توجه شدین؟ نه. خیلی خوب بچه ها، پاک کنم. یک فرمول اصلی برای رادیکال ها میخوام بگم، خوب دقت کنید دیگه. ببینید نکته، شما برای اینکه این عدد ریشش M توانش n باشه رادیکال رو از بین ببرید، خوب دقت کنید، میایید پایه رو که می نویسید توان
زیر رادیکال را به فرجه تقسیم میکنید. اگر این توان عدد صحیحی در اومد رادیکال حذف میشه. اگر توان کسری باشه یعنی رادیکال هست. الان نگاه کنید مثال رادیکال دو، این الان توانش یکه، فرجهش دو، این رادیکالش حذف نمیشه. چرا؟ چون من بیام توان را به یک تقسیم کنم کسریه. خب پس این رادیکالی هست، جذر دقیق نداره. اما میام ریشه دوم دو به توان مثلا چهار، دو به توان دو را بنویسم اول. خب بنویسم دو به توان، توان دو، فرجه هم دو، میشه دو به توان یک همون دو. از قبل ما اینو به شما گفتیم. یا مثلا ریشه سوم پنج به توان شیش. خب میگیم پنج به توان شیش تقسیم بر سه، میشه پنج به توان دو یا بیست و پنج. یا مثلا ریشه دوم هفت به توان هشت، می‌نویسیم هفت به توان، این فرجه نداره یعنی دو، هفت به توان هشت دوم میشه هفت به توان چهار. اصطلاحا میگن از اعداد تواندار جذر بگیریم توانشون نصف میشه. به خاطر همین از اعداد تواندار جذر بگیریم توانشون نصف میشه. خب پس اگر مثلا من داشته باشم ریشه چهارم سه به توان مثلا بیست، خب این توان ریشه چهارم داره، میشه سه به توان بیست چهارم، میشه سه به توان پنج. یعنی ریشه چهارم سه به توان بیست میشه سه به توان پنج. دقت کردید؟ اون رادیکالیه. اگه تقسیم میشه این رادیکالش از بین میره، میشه یه عدد صحیح، یعنی ریشه داره. حالا اگر فرجه داشته باشه، الان ناکن این هفت به توان هشت جذر داره، شد هفت به توان چهار. اگر رادیکال هفت به توان نه باشه، این دیگه جذر نداره. چرا؟ چون میشه هفت به توان نه دوم، نه دوم کسریه. پس عددی کسر، توان کسری داشته باشه، یعنی همون عدد رادیکالی بوده که از رادیکال به توان کسر تبدیل کردیم. از توان کسر هم میتونیم به رادیکال تبدیل کنیم برعکسش. سوالی هست بچه ها؟ اگه سوالی هست بگید. نیست؟ پاکش کنم یه چند تا سوال بگم شما حل کنید. بله؟ دو نفر فلان نمیشن. نه پاک نکنم؟ نه. پس بنویس. پاک کنم یا نه؟ اگه کسی هست که ننوشته بنویسه. خب یه چند دقیقه، اسدی داره هفت رنگ مینویسه، توان رو یه رنگ مینویسه، کسرش رو یه رنگ مینویسه. آره میخواد توی موزه بذاره. یه مقدار سریع‌تر بنویسید. تقسیم نمیشن کسری هم. آره. خب پاکش کنم من. بنویسید حاصل را به ساده ترین صورت بنویسید. ریشه پنجم دو به توان ده، ریشه سوم هفت به توان شیش، ریشه چهارم دو به توان هشت، سه به توان هشت، ریشه ششم پنج به توان دو، ریشه هفتم ده به توان چهارده. خب
دو میشه. چرا؟ خب دو به توان ده تقسیم بر پنج میشه دو به توان دو. دو نمیشه که. دو به توان دو میشه چهار. خب کوپوناتو سوزوندی، بذار یکی دیگه. برو سراغ تو نگودی، قراره تو بگی. بذار برو سراغ اونایی که جدیدن. بچه های جدید، بچه های جدید بیایید راحت. جدید کدومه؟ شهبازی رو باز کنم. اینا چرا جواب نمیده؟ پایین ملک شاهی، دستش بالا نیست. آره اونایی که جواب ندادن میکروفونش رو باز کن، چون دیگه شما گفتی بذار دیگران بگن. بگو بذار شهبازی بگه. شهبازی بگو اینا. استاد سلام، صدا من داری؟ خوبی؟ خب استاد شیش رو بگم سه به توان پایینی یا پایین دومی؟ استاد خب این میشه باید هفت و هفت به توان شیش تقسیم بر سه. بر سه بله که کار سختیه؟ میگم کار سختیه؟ استاد با منی؟ نه با همسایتون هستم، با شما هم دیگه. نه کار سختیه. هفت به توان دو چونکه 49. خانم قدرتی رو باز کن بیار پایین. باز کن مگه دستش دست خودش بالا نباشه؟ نه دستش بالا سنه. خب بگونم صدای من میاد؟ بله بفرمایید. خب اینجا چهار میشه هشت. هشت سه به توان هشت تقسیم بر چهار. هشت به توان تقسیم بر چهار که میشه سه به توان دو. سه به توان دو. سه به توان دو میشه دو. کار سختی بود؟ نه داشتم تایپ کردم. ولی یه مقدار اعتماد به نفستون بریم بالا، حل کنید، اشکال نداره غلطم باشه. برو پای مینم، داره تاها برای خودش حل میکنه. الان برو سراغ سادات. سادات کجایی؟ سید آرمین قطع شد. برو سراغ کی؟ سلام. سلام کی؟ سلام آقا سید. از آقا سید هم درس میپرسیم، تو کلاس ماست. باز کن پارسا رو. خب پارسا بگو بینم. آقا سلام. سلام آقا، من تخته رو استوب کردم، دارم نکته قبلی رو مینویسم. ای بابا. خب پنج به توان چی میشه؟ الان اومد پنج میشه به توان شیش تقسیم بر دو. نه دیگه، توان تقسیم بر فرجه میشه پنج به توان تقسیم نمیشه یک دوم. این الان کسریه، یعنی رادیکالش حذف نمیشه. توان کوچکتر از فرجه باشه عدد ریشه نداره. بعد اون نکته رو دوباره مینویسید؟ من استوب کرده بودم که اونو بنویسم. اون نکته رو همون که الان دارید مثالش حل میکنید پاک کردم. بله دیگه، از بچه ها بگیر بنویس. بگو یکی از بچه ها بنویسن. همین جبریشو که نوشته بودی جبریش. ریشه امام آب توان N مساویست با آب توان N بر روی M. خب بهروان، بهروان بگو بینم این آخری رو. سلام استاد. بهروان بگو. صدای منو داری؟ بله بفرمایید. ده به توان ده به توان چقدر؟ ده به توان چهارده هفتم مساوی ده به توان دو میشه صد. درست شد؟ خب کسی سوالی داره؟ یا نه؟
باز کنیم سوالشون چیه؟ استاد این بگو. پنج به توان دو، اینجایی که زدید پنج به توان دو یک سوم میشه، یک سوم. بله یک سوم میشه. آره ساده شدهش میشه یک سوم. صورت و مخرج تقسیم بر دو میشه میشه یک سوم. مرسی از یاد آورید. استاد من یه سوالی داشتم. مثلا اینجا نمیتونیم صد و ساده کنیم؟ این صد و؟ بله. ساده است، یه ساده تر از این چیکارش کنیم؟ مثلا دوباره تقسیم بر دوش کنیم. ما یه عدد رو نمیتونیم تقسیم بر دو ضرب در دو کنیم که. عددها با علامتها، خب این رادیکال اومد این عدد به این گندگی ده به توان چهارده، یعنی چهارده تا صفر داره یک جلوش. اینو ساده ترش کرد با فرجه هفت شد صد. آه بله. بله تمومه؟ خیلی خوب بگو، بذار بگیر هر چی سوالی داره. سوال دارن وقت مهم نیست. بگوینم امیر محمد. سلام استاد دوباره. سلام علیکم استاد. من دارم نگاه میکنم جوابا رو، مثلا سری فرجه پنج دو رادیکال دو به توان ده مثلا شده همون دو به در پاسخ در نهایت شده همون دو تا چهار تا یا همون دو به توان دو، یعنی یا مثلا هفت هفت تا چهل و نه تا پایینش همیشه این شکلیه یا فقط توی این یک حالت فقط این شکلیه؟ منظورت متوجه نشدم. خب اگر این ساده بشه توانش هرچی باشه به توان میرسونی، کوچیک باشه به توان میرسونی، بزرگ باشه توانی میمونه. البته بله حسد من متوجه شدم. بله خیلی خوب. حالا جلسه بعد میگم که این فرجه و توان با هم دیگه میتونن ساده بشن. حالا خیلی چیز نیست. خب بچه خسته نباشید، انشالله که خوب تمرین کنید، خوب تمرین کنید و نمره خوبی هم بگیرید. تا جلسه بعد خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.